اتفاقا دوست دارم از پلتفرم تلویزیون من و تو استفاده بکنم، دعوت بکنم از همه مردای ایرانی فقط چند دقیقه به من گوش بکنید. 40 سال پیش اگر زنان رو از توی استادیوم با لگد انداختن بیرون، شما مردای ایرانی تو استادیوم 100,000 پسری نمیرفتید، فکر میکنید جمهوری اسلامی میتونست 40 سال ما رو تحقیر بکنه؟ اگر 40 سال پیش به دختران 7 سالتون گفتن حجاب نکنی، مردا تو خیابون تحریک میشن. اگر اون موقع پدران ما اعتراض میکردن، مردای ایرانی اعتراض میکردن، 40 سال ما رو به عنوان یک در واقع قربانی توی بخچه میپیچیدن؟ اگر 40 سال پیش تمام خواننده های زن رو از کشورمون اخراج کردن، گفتن بر اساس قوانین شرعی صدای زن حرامه، اگر تمام خواننده های مرد میگفتن نه ما هم حاضر نیستیم آواز بخونیم، آیا 40 سال جمهوری اسلامی دووم می آورد که اینجوری زنان رو تحقیر بکنه؟ 40 ساله که مردای ما تسلیم شدن در برابر هر زوری که به دختران و خواهران و مادرانشون گفتن. برای همینه که این حکومت دووم آورده. این کمپین بگذارید ما حرف بزنیم در مورد زخمیه که قوانین شرعی، دخالت دین در سیاست بر پیکر تک تک ما گذاشته. نوید افکاری چرا اعدام شد؟ بر اساس قوانین شرعی. تک تک کسانی که شلاق خوردن اعدام شدن برادرای خودمون هستن. چرا؟ چون گفتن قانون قصاص وجود داره، قوانین شرعی گفته شراب نباید بخورین، قوانین شرعی گفته پارتی مختلط نباید داشته باشین، قوانین شرعی گفته با مقدسات نباید توهین بکنین. قوانین شرعی توهین کرده به شعور تک تک مرد ایرانی. هر مرد ایرانی رو به مثابه یک آلت جنسی سرگردان همیشه در حال تحریک میبینه این قوانین. چطور شما احساس نمیکنین بهتون توهین میشه؟ چرا ما رو تنها میذارین؟ چرا فکر میکنین فقط ما باید در مورد این قوانین شرعی زشت و واپسگرا حرف بزنیم؟ شما هم اگر متحد بشید با صدای بلند به ما بپیوندین، باور بکنید این حکومت دووم نمیاره. فقط یک روز رو تصور بکنید، یک روز که استادیوم 100,000 پسری خالی بشه، ورزشکارای ما بگن ما نمیریم. یک روز رو تصور بکنید تمام خواننده های مرد بگن ما آواز نمیخونیم. یک روز رو تصور بکنید تمام پدران ایرانی بگن ما حاضر نیستیم بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه اگر حجاب رو بهش تحمیل میکنن. اینا فکر میکنید تخیل رویا بافیه، ولی باور بکنیم به قدرت خودمون که اگر این کار رو میکردیم دیگه جرأت نمیکردن تو چشمای ما نگاه بکنن، جوون بیگناه رو اعدام بکنن و بعد بیاد ظریف و مالکشاش تو خارج کشور بگن این قتل کرده، خب الان قصاص شده. اگر ما قوانین شرعی رو بکشیم پایین، بگیم ما این حکومتی که داره به خواهران ما زور میگه رو نمیخوایم، اونا نمیتونن عادی سازی بکنن خشونت رو در جامعه جهانی.